درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در اطاعت با مشروع خبرهای از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز پنجشنبه 22 ماه جون 2023 میلادی برابر است با اول تیر ماه سال 1402 خورشیدی. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در تازه ترین اظهاراتش درباره فساد در حکومت در مورد فساد افشا شده از خانواده مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف سکوت کرد. محسنی اژه‌ای شامگاه چهارشنبه در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت نه من و نه زیر مجموعه من در دستگاه قضایی اعم از سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری به هیچ وجه از پیگیری و مقابله با هیچ تخلف یا فسادی چشم پوشی نمی کنیم. به افزود اگر امروز یک فسادی در دستگاه اجرایی ببینیم از این فساد صرف نظر نمی کنیم و تا یه دو سال اخیر هم این امر را ثابت کردیم. برخی اقدامات رو هم انجام دادیم که شاید به دولت برخورده است و گلایه کردند. این در حالی است که رئیس قوه قضاییه هیچ توضیحی درباره تازه ترین مورد فساد جمهوری اسلامی که از سوی یک فعال توییتری افشا شده نداد و با توجه به عملکرد دستگاه قضایی در موارد قبلی حتی این احتمال وجود دارد که پرونده قضایی علیه شخص افشاگر گشوده شود. یک شنبه گذشته وحید اشتری فعال رسانه‌ای در توییتر افشا کرد که یک موقوفه 150 هکتاری متعلق به حسینیه امینی ها و یک دامداری 1000 رأسی با ماهی 1 میلیون تومان به مونا چایچیان عروس مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار شده و در قراردادها هم نشانی خانه خاموشی ذکر شده است. شورای ملی مقاومت ایران در واکنش به اقدام اخیر دستگاه قضایی و پلیس آلبانی علیه این سازمان مخالف جمهوری اسلامی آنچه را پرونده سازی های لو رفته برای توجیه حمله مرگبار به اشرف سخان محکوم کرد. شورای ملی مقاومت ایران روز پنجشنبه اول تیر ماه با انتشار بیانیه تازه‌ای نوشت در حالی که انزجار مردم و شخصیت های آلبانیایی و محکومیت های بین المللی از حمله مرگبار روز 30 خرداد ماه به اشرف سه در آلبانی بالا می گیرد، مسئولین امر برای توجیه حمله که باعث شهادت یکی از مجاهدین و مجروح و مصدوم شدن بیش از 100 تن شد به داستانسرایی و پرونده سازی های لو رفته روی آوردند که به وضوح خصلت تدافعی دارد. این شورا با اشاره به این اعلام تلویزیون آلبانی مبنی بر اینکه 6 تن از اعضای مجاهدین خلق به دلیل مخالفت با پلیس در جریان کنترل اردوگاه اشرف سه تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند، افزود 6 تن از مسئولان سیاسی مجاهدین از قضا همان کسانی هستند که از ابتدا تا زمانی که پلیس اشرف را ترک کرد تماما در کنار رئیس کل پلیس آلبانی و معاونانش بودند. این بیانیه اضافه کرده که مهاجمین از همان ابتدا با کار گذاشتن تیربار بر بالای ساختمان همراه با خشونت و اهانت و رفتن به محل استراحت زنان مجاهد بدون مراعات و با زور و ضرب و شتم رفتار می‌کردند و کثرت مصدومان و مجروحان در میان ساکنان و بستری شدن آنها در بیمارستان باعث داستان‌سرایی مجهول درباره مجروح شدن 15 پلیس توسط ساکنان اشرف و تخریب خودروهایشان شده است که مطلقاً صحت ندارد. شورای ملی مقاومت در پایان تاکید کرد که هیچ قضاییه مستقل و هیچ قاضی شرافتمندی پرونده سازی برای این 6 تن را جدی نمیگیرد. با این حال وکلا و نمایندگان قانونی اشرف و کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران در صورت لزوم همه اقدامات حقوقی من جمله شکایت به دادگاه حقوق بشر اروپا را انجام خواهد داد. برخی منابع خبری از بازداشت 5 تن از جمله 2 نوجوان در زاهدان به وسیله نیروهای سپاه پاسداران خبر دادند. وبسایت کمپین فعالین بلوچ هویت این 2 نوجوان 17 ساله را منصور دوستدار و احمد ریگی اعلام کرده است. بنا به این گزارش منصور دوستدار روز جمعه 26 خرداد ماه هنگام بازگشت از نماز جمعه به همراه احمد ریگی بازداشت شده است. از اتهام و محل نگهداری این 2 نوجوان هنوز هیچ خبری منتشر نشده است.
یک عضو خانواده مجاهد کورکور از ناپدید شدن خواهرش نگار کورکور در پی حمله چهارشنبه شب نیروهای امنیتی به خانه پدری این معترضه در معرض اعدام خبر داد. حساب اینستاگرامی منتسب به یسنا بختیاری، خواهر مجاهد کورکور، در روایتی اعلام کرد از دیشب که نیروهای حکومتی به طرز وحشیانه‌ای به خانه پدری من یورش آوردند، از خواهرم نگار اطلاعی نداریم و مسئولیت سلامت خواهرم با حکومت و نیروهای امنیتی است. او ساعتی پیش هم اعلام کرد که ماموران حکومتی حین حمله موبایل نگار را با خود برده و او را برای روز پنجشنبه احضار کردند. خواهر مجاهد کورکور همچنین در یک روایت دیگر در اینستاگرام گزارشی از وضعیت پرونده او را بازنشر کرده است. در این روایت آمده در مراجعه وکیل انتخابی این معترض در معرض اعدام به شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز برای اعلام وکالت و ملاقات با او و پیگیری پرونده در دیوان عالی به وکیل گفتند که مجاهد کورکور فعلا در بازداشت اطلاعات سپاه جهت مستندسازی است و تا دو هفته آینده امکانات ملاقات حضوری نیست. یسنا بختیاری با ابراز نگرانی از وضعیت برادرش مسئولیت هر گونه اعتراف اجباری زیر شکنجه را بر عهده ضابطان و ماموران امنیتی دانسته است. مدیرکل فرهنگ و ارشاد آذربایجان غربی میگوید که کارگردان تئاتر شهریار به خاطر رقص خودسرانه بازیگران 3 ماه ممنوع کار شده و 2 شب پایانی اجرای نمایش در ارومیه هم لغو شده است. علیرضا نوروزی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی، به رسانه‌ها در ایران گفت آنچه در متن و بازبینی این نمایش قید شده بود حرکات سمایی بود، اما در حین اجرای تئاتر متاسفانه بازیگران خانم کاملا خودسرانه برای یک لحظه اقدام به انجام حرکات موزون کردند. به گفته آقای نوروزی، کارگردان این تئاتر به مدت 3 ماه ممنوع کار شده و این موضوع به وی هم ابلاغ شده است. رنگ و رجمن در لحظه توجه شما را به پنج‌پایه بازرگانی شد. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی، دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانت رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26 هزار دلار پرداخت میکنه. بله، 26 هزار دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین؟ و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26 هزار دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. خانم ها، آقایان، اگر قصد فروش طلا، جواهرات و ساعت های گران قیمت خود را دارید، با بیژن جواهری تماس بگیرید. با بیژن جواهری از ارزش و قیمت درست طلا، ساعت و جواهرات خود مطلع شوید و آنها را با اطمینان خاطر به قیمت و با شرایط ویژه به فروش رسانده، ری دیزاین و یا آپگرید کنید. بیژن جواهری، نامی آشنا در بیورلی هیلز با 30 سال تجربه، متخصص و کارشناس ارشد در قیمت گذاری، ساخت و خرید و فروش طلا و جواهرات. تلفن 310-278-84-85. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید.
پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده‌های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. انتقادها از واردات خودروها و قطعات چینی به ایران همچنان ادامه دارد. رسانه‌های ایران امروز پنجشنبه از قول لطف‌الله سیاهکلی نماینده مجلس نوشتند خودروهای چینی که در ایران عرضه می شود قیمت واقعیشان 300 تا 350 میلیون تومان است که با قیمت 750 تا 800 میلیون تومان وارد می شوند و در بازار 3 میلیارد تومان آنها را می فروشیم. زیاکلی افزود این از کدام قاعده حکمرانی تبعیت می کند؟ مردم از تفاوت قیمت خودرو در داخل ایران و خارج مطلع هستند. چرا ما اینجوری هستیم؟ سال گذشته مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از ممنوعیت واردات خودرو و تسخیر بازار با خودروها و قطعات چینی انتقاد کرده بود. بر اثر مصرف مشروبات دستساز حاوی الکل متانول تا کنون 11 تن در شهرستان حاجی آباد استان هرمزگان مسموم و در بیمارستان بستری شدند. محمود حسین پور رئیس اوژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان امروز پنجشنبه با اعلام این خبر گفت که 2 تن در بخش مراقبت های ویژه ICU بستری شدند و 3 تن دیگر هم با علامت تاری دید و سرگیجه در بخش داخلی بستری و تحت نظر هستند. در این حال از شرایط 6 تن دیگر از مصدوم شدگان خبری منتشر نشده است. در این رابطه به گزارش خبرگزاری ایسنا رئیس کل دادگستری هرمزگان از شناسایی و دستگیر 2 تن از عوامل اصلی تهیه و توزیع مشروبات الکلی مسموم در شهرستان حاجی آباد خبر داد. در حالی که آمارهای متناقضی از تعداد دانش آموزان مهاجر در ایران اعلام شده، وبسایت دیدبان ایران در خبری نوشت که برخی مدارس دولتی در ایران از دانش آموزان افغان برای ثبت نام مبالغی غیرقانونی دریافت می‌کنند. سایت دیدبان ایران به نقل از انجمن یاری کودکان نوشته که مدارس دولتی از 500 هزار تومان تا مبالغ میلیونی را از این دانش آموزان می‌گیرند که رشوه محسوب می‌شود و قانونی نیست. به گفته یکی از مددکاران این انجمن که به نام به اشاره نشده، هرچند درباره دریافت این هزینه‌های غیرقانونی باید به اداره آموزش و پرورش گزارش داده شود، اما در این زمینه موانعی وجود دارد و سوی دیگر خانواده این افراد هم چندان پیگیر این مسئله نیست. او به طور مشخص به این موانع اشاره نکرده است. این مددکار همچنین از لزوم دریافت برگه کفالت به شکل سالانه برای ثبت نام این دانش آموزان خبر داده و گفته چون اغلب آنها کودکان کار هستند و والدینشان هم مشغول کارند، به سختی میتوان برای دریافت این برگه به دفاتر مراجعه کنند. او در ادامه توضیح داده که حتی در صورت دریافت برگه کفالت، تضمینی برای ثبت نام شدن این کودکان در مدارس دولتی نیست و مدیران مدارس سلیقه‌ای عمل می‌کنند و اولویت را به کودکان ایرانی می‌دهند. فریبا بلوچ فعال حقوق زنان از بازداشت پسر و برادر خود خبر داده است. خانواده خانم بلوچ بامداد پنجشنبه 1 تیر ماه
در حساب کاربری خود در اینستاگرام نوشت که جمهوری اسلامی پسر و برادرش را از 4 روز پیش بدون هیچ دلیلی و فقط به خاطر فعالیت‌های او به گروگان گرفته است. در همین حال کانال تلگرامی حالبخش اعلام کرد که عامر دادآفرین 18 ساله فرزند خانم بلوچ و محمد ملازهی 25 ساله برادر او روز یکشنبه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. یک منبع آگاه روز چهارشنبه به حالبخش گفته بود که فرزند خانم بلوچ طی ماه‌های گذشته به صورت رسمی و قانونی برای دیدار با مادر خود به خارج از کشور سفر کرده بود و بعد از بازگشت به ایران به همراه داییش که به استقبال او رفته بود، در مسیر بازگشت از تهران به ایران شهر محل زندگیشان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و بعد از آن هیچ اطلاعی از وضعیتشان دسترس نیست. به گفته این منبع آگاه، فرزند و برادر خانم بلوچ هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشتند و به نظر می رسد که بازداشت آنها با هدف تحت فشار قرار دادن این فعال حقوق زنان صورت گرفته باشد. معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل می گوید با توجه به بدتر شدن شرایط اجتماعی اقتصادی، تشدید تحریم ها و تأثیر دراز مدت همه‌گیری کووید، وضعیت حقوق بشر در ایران به میزان قابل توجهی بدتر شده است. معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گزارشی درباره شرایط ایران را به شورای حقوق بشر در ژنو ارائه کرده است. این گزارش بر تحولات بعد از آغاز اعتراضات سراسری ایران در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد تمرکز دارد. به گفته معاون کمیساریای عالی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، 582 تن در سال 2022 در ایران اعدام شدند. این آمار افزایشی 75% نسبت به سال 2021 را نشان می‌دهد که 333 تن اعدام شدند. در میان اعدام شدگان سال 2022 سه کودک دیده می‌شود. از مجموع اعدام‌ها 256 مورد مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر است. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری روز چهارشنبه با اشاره به تلاش‌های دیپلماتیک ایالات متحده در رابطه با ایران بر تعهد این کشور به تعامل با متحدان اروپایی تاکید کرد. ودان پاتل در پاسخ به پرسشی درباره نشست اخیر دوحه که در آن علی باقری نماینده جمهوری اسلامی از بحث در مورد لغو تحریم‌ها ابراز خرسندی کرده بود، ضمن خودداری از اظهار نظر درباره جزئیات نشست بر تعهد ایالات متحده به گفتگوی مداوم با متحدان تاکید کرد. در ادامه نشست خبری، زمانی که بحث به لایحه دو حزبی با هدف دائمی کردن تحریم‌های جمهوری اسلامی رسید، پاتل از بیان موضع درباره این قانون خاص خودداری کرد و اظهار داشت که در مورد روندهای جاری کنگره اظهار نظری نمی‌کند. با این حال، وی بر اهمیت مقابله با فعالیت‌های بدخواهانه و بی‌ثبات کننده رژیم جمهوری اسلامی و نقشی که تحریم‌ها در پاسخگو کردن رژیم ایفا کرده تاکید کرد. گروهی 26 نفره از سناتورهای هر دو حزب آمریکا در واکنش به مذاکرات غیر مستقیم دولت بایدن با جمهوری اسلامی در نامه‌ای از جو بایدن خواستند رویکرد بازدارندگی قوی‌تری را در ارتباط با ایران در پیش بگیرد و درباره پیامدهای یک توافق ناکارآمد با تهران هشدار دادند. این نامه با تاکید بر لزوم هماهنگی بایدن با تلاش‌های کنگره برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران از دولت بایدن خواست برای محدود کردن فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران گام‌های ملموسی را در پیش بگیرد. این سناتورها با تاکید بر اینکه هر گونه پیشرفت در فعالیت‌های هسته‌ای ایران باید با اقدام متحد بین‌المللی همراه شود، خاطر نشان کردند که به چین هم نباید اجازه داد که فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران را تسریع کند. بینندگان هشمند، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. هیجری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیجری و همکاران متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی، از جمله اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت. دفاتر سامان هیدری در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 هیدری لاگروپ.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید.
جلباکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین رسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. وست ساید فارمسی در 11504 سانتا مانیکا بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید به مدیریت دکتر فرزاد جک پیروز با همکاری دکتر جواد فردوسی، دکتر جانت آهادی و دکتر هما سعادت و تکنسیان های مجرب. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مانیکا. پارکینگ رایگان در طبقه پایین ساختمان رستوران جوان. تلفن 310-479-0200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین در داروخانه وست ساید موجود است. خبرها را دنبال میکنیم. باستانشناسان یک پرستشگاه 4000 ساله تشکیل یافته از گودال‌ها و گورپشته‌ها را در مرکز هلند کشف کردند که به عقیده آنها احتمالاً هدف و کاربردی مشابه استونهنج داشته است. به گزارش رویترز، این تحصنگاه که با خاک و چوب ساخته شده و وسعت آن به اندازه دست کم 3 زمین فوتبال می‌رسید، همانند استونهنج، دایره سنگی معروف در جنوب انگلستان، به منظور همسویی با خورشید در انقلاب‌های تابستانی ساخته شده بود. باستانشناسان همچنین هدایایی از جمله اسکلت حیوانات، جمجمه انسان و اقلام با ارزش مانند سرنیزه برنزی را در نقاطی که خورشید از لای شکاف‌ها میتابید کشف کردند. تا یک کاوش در این مکان در سال 2017 باستانشناسان چندین قبرستان را هم کشف کردند. یکی از این قبرها متعلق به زنی بود که با مهره‌های شیشه‌ای از بین النهرین عراق کنونی دفن شده بود. این قدیمی‌ترین مهره‌هایی است که تا به حال در هلند یافت شده و به گفته پژوهشگران ثابت می‌کند که مردم این منطقه در آن زمان با مردمی که با آنها 5000 کیلومتر فاصله داشتند در تماس بودند. به گزارش پلیس ایالت اوهایو آمریکا، یک کودک 2 ساله به طور تصادفی مادرش را که 8 ماهه باردار بود با شلیک گلوله کشت. رئیس پلیس محلی گفته است که قربانی 31 ساله در تماس با اورژانس گفته است که از پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفته و شوکه شده و نمیتواند نفس بکشد. وی همچنین توضیح داده بود که در هفته 33 بارداری قرار دارد و کودک 2 سالش به طور تصادفی از پشت به او شلیک کرده است. قربانی برای انجام سزارین اورژانسی به بیمارستان منتقل شد، اما پزشکان نتوانستند نوزاد او را نجات بدهند و مادر هم 3 ساعت بعد از انتقال به بیمارستان درگذشت. بینندگان هشمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برمان آقای شهرتی. روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم.